سازمان ملل خواهان حمایت جامعه بین‌المللی از رسانه‌های افغانستان شد. ممانعت از پوشش رسانه‌ای انفجارهای کابل و ضرب و شتم خبرنگار توسط طالبان، کشته شدن دو نفر در ولایت قندهار و همچنان در پایان. هزاران عقاب مقاومت در راه رسیدن در خاک افغانستان هستند. مشروع خبرها، گزارشی از خبرگزاری سپوتنیک. سازمان ملل متحد خواستار حمایت ثابت قدم جامعه بین المللی از رسانه‌های افغانستان شده است. به گزارش سپوتنیک به نقل از 8 صبح، طبق تازه ترین آماری که از سوی نهادهای ناظر رسانه به نشر رسیده است، در 7 ماه حاکمیت طالبان بیش از 80 مورد بازداشت همراه شکنجه و خشونت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. شمار از خبرنگاران نیز از وضع محدودیت‌ها و مداخلات طالبان در امور رسانه‌ها شکایت دارند. متنوتسن، معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یونما، روز دوشنبه 29 عمل از تلویزیون یک روز پیشتر یک خبرنگارش از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده بود دیدار کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که در این دیدار متنوتسن داستانهای تکان دهنده از مشکلات و اراده و عزم خبرنگاران در مواجهه با چالش‌های متعدد را شنیده است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل تاکید کرده است که هر اقدامی برای محدود کردن مطبوعات آزاد باید خاتمه یابد و جامعه بین‌المللی در حمایت از مطبوعات افغانستان ثابت قدم باشد. اظهارات معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در خصوص رسانه‌ها در حال ابراز شده است که خبرنگاران از مداخلات و تهدیداتی که طالبان متوجه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری کردند شکایت می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، طالبان محب جلیلی، گوینده پیشین تلویزیون آریانا نیوز و خبرنگار بر حال تلویزیون یک را شب هنگام بازداشت و لتوکوب کرده است. ممانعت از پوشش رسانه‌ای انفجارهای کابل و ضرب و شتم خبرنگار توسط طالبان. نیروهای طالبان در غرب کابل مانع پوشش رسانه‌ای انفجارهای امروز در این منطقه شدند. دست کم از ضرب و شتم خبرنگار نیز گزارش شده است. به نقل از رسانه‌های خبری کابل، چند ساعت از وقوع انفجار مرگبار در دو مرکز آموزشی در غرب کابل می‌گذرد. سخنگویان طالبان نیز وقوع انفجار را تایید کرده و از وجود تلفات خبر دادند، اما هیچ آمار درباره تعداد قربانیان منتشر نشده، زیرا طالبان خبرنگار را هدف قرار می‌گیرند و حتی اجازه دسترسی والدین دانش آموزان به محل رویداد را نمی‌دهند. با گفته شاهدان عینی، در شفاخانه محمد علی جناح طالبان از اهدای خون به مجروحین ممانعت میکنند و اجازه ورود به داخل شفاخانه را نمیدهند. تصاویر تکان دهنده از محل رویداد مخابره میشود. شبکه های اجتماعی از تصویرهای هولناکی است که یاره های پیکر قربانیان را در خیابان به نمایش میگذارد. ویدیوهای هم از صحنه های دردناک و نگاه های نگران والدین دانش آموزان منتشر شده که برای ورود به محل رویداد تقلا و بیقراری میکنند. وضعیت به شدت امنیتی است و نیروهای طالبان اجازه ورود افراد به منطقه را نمیدهند. گزارش های درباره بازداشت و تهدید خبرنگاران منتشر شده و حتی گفته می شود نظامیان طالبان به سمت خبرنگاران افرادی که می خواهند به زخمی ها خون بدهند و خانواده های دانش آموزان شلیک می کنند تا از ورود آنها به محل رویداد و حتی شفاخانه جلوگیری کنند. بر این اساس در فضای سنگین امنیتی و پایکوت کامل رسانه‌ای مشخص نیست که ابعاد و اعماق فاجعه چه اندازه است و چه بر سر دانش آموزان بی‌دفاعی آمده است که پیش از این نیز هم نسلانشان به مثابه هدف جنگی تروریست‌های وحشی قربانی رویدادهای مشابه شدند. در آموزشگاه موعود، آموزشگاه کوثر دانش، مکتب سیدالشهدا، دانشگاه کابل و ده‌ها مورد دیگر. در گذشته دولت مستقر انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه می گرفت، اما اکنون که طالبان قدرت را در اختیار دارند، معلوم نیست چه گروه متهم به ارتکاب این جنایت می باشد. این در حالی است که صبح امروز سه‌شنبه 30 عمل، دو حمله انفجاری مکتب عبدالرحیم شهید و یک حمله انفجاری مرکز آموزشی ممتاز را در غرب کابل هدف قرار دادند. هرچند جزئیات دقیق تلفات این انفجارها هنوز مشخص نیست، اما شاهدان عینی میگویند که ده ها تن از دانش آموزان در این دو مکان کشته و زخمی شدند. احتمال می رود که نیروهای
ایرمی داعش مسئولیت رویداد را باید بپذیرند، اما طالبان پیش از این بارها گفتند که داعش در افغانستان تهدید بزرگ نیست و هرگز قادر به ایجاد چالش امنیتی نخواهد بود. سخنگوی پلیس طالبان در کابل درباره نوعیت انفجارها چیزی نگفته و افزوده است که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. یک منبع در مکتب عبدالرحیم شهید گفت انفجارهایی که دانش آموزان این مکتب را هدف قرار دادند ناشی از حملات انتحاری بوده است. مسئولیت انفجارهای غرب کابل را تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. عقابان مقاومت چند هزاری مارشال دوستم فردا وارد خاک افغانستان خواهد شد. این عقابان مقاومت برای پاکسازی طالبان فردا وارد خواهد شد. گزارش های تایید نشده از رسانه های کابل. افغانستان، فرار مغزها و پیامدهای اقتصادی آن. گزارش از روزنامه 8 صبح. مهاجرت و جابجایی سرمایه انسانی از کشورهای رو به انکشاف مبدا به کشورهای توسعه یافته مقصد در سالهای اخیر نگرانی‌های زیاد جهانی را برانگیخته است. سرمایه انسانی متخصص نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای صنعتی دارد و کشورهای توسعه یافته جهان هم پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی، انسانی و تکنولوژیک‌هایشان را مرهون نیروی متخصص و فنی هستند. ملل در حال توسعه نیز جهت گذار از عقب ماندگی و رسیدن به مراحل از توسعه ناگزیر از ثقیل هزینه در ایجاد سرمایه انسانی و توسعه دانش فنی به منظور شبه‌سازی یک تکنولوژی وارداتی، تطبیق و ارتقای سطح ابزار فنی وارداتی و سایر اجزای تکنولوژی در جوامع خود هستند. بنابراین دولت ها سالانه منابع هنگفت مالی را در راستای آموزش و پرورش متخصصان و تولید سرمایه انسانی هزینه می کنند. با وجود این همه هزینه و مصارف در کشورهای رو به انکشاف، قرار فرار مغزها و انتقال بین المللی این افراد دغدغه ای است که اخیرا مورد توجه کشورها و سیاستگزاران قرار گرفته است. در حالی که طبق برخ مطالعات و تحلیل ها مهاجرت در دراز مدت با ارسال وجود درآمد از کشورهای مقصد به کشورهای مبدا نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، اما در این مقاله سعی شده است پهلوهای پنهان فرار مغزها را مورد بررسی قرار دهیم. فرار مغزها فرایند انتقال بین المللی منابع در قالب سرمایه انسانی است و اساساً برای مهاجرت افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه مبدا به کشورهای توسعه یافته مقصد به کار می رود. بنابراین فرار مغزها به فزایند اطلاق می شود که در آینده افراد متخصص و نخبه یک کشور به خاطر مشکلات اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، کمبود امکانات پژوهشی، رفاهی و ناتوانی جامعه در استفاده از تخصص و توان اطلاعاتی آنها برای کسب تجربه، پیشرفت‌های علمی، امتیازات بهتر، منزلت، رفاه اجتماعی، آزادی فکری و دسترسی به منابع علمی جدیدتر به سوی جوامع مهاجرت میکنند که از نظر آنها از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و تکنولوژی بهتر برخوردار باشند. جزئیات این خبر را میتوانید در ویدیوی دیگر دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه میسپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باد.